که مجبور شدم 17 سالم بود. ما تو سنگر تانک بودیم. بعد پشت سنگر راکت شیمیایی داشت. بعد یک ساعت دیگه بدنم کم کم تابلو شروع شد و چشم من دیگه تقریبا نمیدید. تا 3 هفته من باها بودم. من تا حالا 40 بار تازه رفتم آلمان. چهل بار؟ توی 15 سال 40 بار رفتم. بیش از 140 بار هم تا حالا بیهوشی گرفتم. بعد یک سال نیم احساس تنگی نفس میکردم. دکتر که رفتم آدم شدی انجام داد، گفت این نای شما گوشت آورده. کمی پس از این مصاحبه، جلال سعادت، جانباز جنگ، از عوارض مزمن گاز خردل درگذشت. ایرانیان زیادی هنوز از اثرات سلاح‌های شیمیایی که ده‌ها سال پیش علیه آنها به کار رفته، جان خود را از دست می‌دهند. در سال 1980 ارتش عراق به ایران حمله کرد. آنچه در پی آمد طولانی ترین جنگ متعارف قرن 20 بود. جنگی که 8 سال طول کشید و حدود 1 میلیون کشته به جا گذاشت. نیروهای عراقی در استان خوزستان از مرز گذشتند و وارد خاک ایران شدند. مردم خوزستان عربی هم حرف می زدند. مقامات عراق خیال می کردند که این پاشنه آشیل ایرانه و اهالی خوزستان از حمله عراق استقبال خواهند کرد، که اینطور نشد. انگیزه آشکار صدام حسین، نگرانیش از تهدید جمهوری اسلامی نوبنیاد در ایران و جمعیت بزرگ شیعه عراق بود. ولی در عین حال، در اون زمان ایران آسیب پذیر بود. بلا تکلیفی و بحران در تهران حکم فرما بود. روشن نبود که رهبری واقعی دست کیه، چون جایگاه خمینی در اون زمان هنوز کاملا تثبیت نشده بود. توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا‌ترس و به پناهگاه بروید. عراقی ها میگفتند هدفشون اشغال ایران نیست، ولی می گفتند در خاک عراق، ببخشید، در خاک ایران حقوقی دارند. ما انتظار داشتیم که شورای امنیت عراق رو متجاوز و مسئول خسارتهایی که به ایران زده اعلام کنه و از عراق بخواد که از اراضی که ارتشش تصرف کرده بیرون بره، ولی شورای امنیت چنین کاری نکرد. تجربه ایرانی ها از جنگ ایران و عراق این بود که یک کشور همسایه به خاکشون حمله کرد، اما جامعه جهانی این حمله رو محکوم نکرد و از متجاوز نخواست نیروهاشو بیرون ببره و به هیچ طریقی هم متجاوز رو تنبیه نکرد.
به نظر من آمریکا از انقلاب ایران خوشنود نبود. آمریکا راضی نبود. برای همین از همون اول می‌خواست این انقلاب رو سرنگون کنه یا در واقع به شکست بکشونه. چون خیلی می‌ترسیدن که اگر ایران در این جنگ به طور کامل پیروز بشه رژیم صدام سرنگون بشه و در واقع تغییر بزرگی در کل منطقه به وجود بیاد. بالاخره ما کاملا برامون روشن شد که این جنگ با خواست و حمایت قدرت‌های جهانی آغاز شده از سوی عراق، هم اردوگاه شرق، هم اردوگاه غرب، هم اردوگاه ارتجاع در منطقه با صدام همراهی می‌کردند. مدتی طول کشید تا ایرانی‌ها قواشون رو بسیج کنن و دست به حمله متقابل بزنن. این اتفاق در تابستان سال 1982 افتاد و نیروهای عراقی از خاک ایران بیرون رانده شدند. جنگ میتونست در همون مرزی که شروع شده بود به آخر برسه، ولی نیروهای ایران وارد خاک عراق شدن به این امید که صدام حسین رو سرنگون کنن. ما منتظر بودیم که این دو سه کلمه رو دنیا بگه. یکی اینکه بگه که مرز بین المللی ایران رو به رسمیت میشناسه، یعنی قرارداد 1975، و دوم هم اینکه اعتراف کنه که صدام به ایران تجاوز کرده. ما این دو نقطه برامون مهم بود. اگر همون سال سوم چهارم جنگ هم شورای امنیت سازمان ملل اینو میگفت، جنگ تمام میشد. حداقل از طرف ما مسئله تمام شده بود. فشار همه جانبه‌ای به ما می آوردن که بدون احقاق حقوقمون به جنگ خاتمه بدیم. برای همین تصمیم گرفتیم جنگ رو ادامه بدیم تا نیروهای عراقی رو از خاکمون بیرون کنیم. عراقی‌ها داشتن جنگ رو می بردن تا روزی که باعث واکنش عظیم مردم ایران شدن. یک جور جنبش میهن پرستانه بود که قدرت عظیمی به آنها بخشید. نیروهای داوطلب یا بسیجی بیشماری که خیلی هایشان نوجوان بودند به جبهه جنگ رفتند. آنها برای دفاع از کشورشان مشتاق شهادت بودند. امواج پیاپی از این داوطلب‌ها اغلب بدون سلاح به مواضع عراق حمله می‌بردند و تلفات سنگینی می‌دادند. عراقی‌ها فکر می‌کردند که تنها راه مقابله با این امواج انسانی استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای تشدید قدرت دفاعیشون بود، چون مهمات توپخانه‌شون داشت به آخر می‌رسید. و راهی برای جلوگیری از هجوم این نوجوانان به سمت میدان‌های مین و عبور از سیمای خاردار نداشتند. اینا در بیشتر موارد خودشون رو به کشتن می‌دادن، ولی هجومشون ادامه داشت چون تعدادشون خیلی زیاد بود. عراقی‌ها از طریق آزمایش پی بردن که سلاح شیمیایی راه خیلی موثری برای سد کردن این امواج انسانیه. برای همین از سال 1982 به این کار روی آوردن. اول گاز اشکاور غلیظ به کار می بردن. بعد در سال 1983 ایران دست به یه حمله زد و عراقی‌ها برای اولین بار گاز خردل استفاده کردند. به گمان ما اوت 1983 بود. این کار به سرعت و با تناوب بیشتری در نبردها تکرار شد. مواد شیمیایی مهلک و گاز خردل تا آخر جنگ به کار می رفت. اما از فوریه 1984، یعنی به فاصله 6 ماه، عراقی‌ها به استفاده از گازهای اعصاب مثل تابون روی آوردند. اطلاعاتی ما داشتیم که عراق در حال ساخت سلاح شیمیایی هست، اما فکر نمی کردیم به طور گسترده و بی محابا علیه نیروهای رزمنده استفاده بکنیم. <تص->
سمت خیلی بهتر شده. آره بهتر شد. پشتیم بود. در منطقه عملیاتی آبادان اونجا شیمیایی شدم. اونجا صبح مشغول غذا خوردن بودیم، صبح نمیخوردیم. بعد راکت خود نزدیکی ما. ما فکر کردیم راکت ترکشیه، بعد نمیدونستیم بوی یه بادام تلخ اومد داخل. ما نمیدونستیم که بوی چیه. سوال کردیم گفتیم چیه، گفتن که نمیدونیم، راکت ترکشیه. اولین باری که شیمیایی زدم من تو جزیره مجنون بودم و اصلا نمی‌دونستم چیه، ولی گفتن شیمیایی. من با ماشین اومدم و از جزیره اومدم بیرون، اومدیم توی قایق و اون گرده، اون چیز سفید رو، اون دود سفید رو توی آسمون می‌دیدم. و بعد از حدود نیم ساعت تا یک ساعت مجروح ها رسیدن. این تاول ها که اینا زده بودن خیلی وحشتناک بود. من خیلی صحنه های خب جنگ تا اون موقع خیلی دیده بودم، اما دیدن این صحنه خیلی برام سخت بود. مثلا اینجا اعتراف بکنم، برای اولین بار خیلی زود از اون صحنه اومدم بیرون، یعنی فرار کردم. یعنی از اون جایی که مجروح ها رو گذاشته بودن، از اون منطقه دویدم اومدم بیرون و رفتم پشت اون جایی که یه خادلیس های می زدن و اون بیمارستان های صحرایی می زدن و پشت اون چیز نشستم که این صحنه ها رو نبینم. ولی می دونستم که من فردا و پس فردا باید برم تو همین جا دوباره. و برای اولین بار دو روز بعد من توی جزیره مجنون شیمیایی شدم. ما سوزش چشم گرفتم و بعد تاو استفراغ گرفت، خیلی حالت شدید، خون آوردیم بالا. هیچ گفتیم خدا چه. بعد مامورا اومدن، مامورای شیمیمره اومدن، گفتیم بابا این چیه؟ گفت گاز خردل زدن، عراق گاز خردل زده. راکت اومد صاف رو سرمون، اینا تمام موادش ریخت رو سرم. از سر تا ناخن پامو همیشه هر جا نگاه می‌کردم می‌دیدم تابلوهای خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. سرم همینطوری تمامش تابلو، صورتم سیاه شده بود، خیلی وحشتناک سیاه شده بود. و یادم صبحای اول صبح ما که می‌خواستم ببرن این تابلوهایی که زده بود بکنن، ما بردن توی حموم بیمارستان. وقتی که من یادم این دقیقاً یادم، من میرفتم به طرف این حموم گریه میکردم مثل بچه‌ها. اصلا حالت بچگونه داشتم. مثلا من وزنم 70 خوردی کیلوش بود، بعد از یک ماه شده 35 کیلو. همه جا بدنم، هر جا که دست میکردم، هر جا که چیز بود دست میزدم تا بعد. ما اصلا لباس نمیتونستم بپوشیم. یه ملافه میداختن روم. یعنی کاملاً چیز بودیم، بدنم سوخته بود. دو ماه و نیم تقریبا طول کشید بیمارستان بودیم. از این دو ماه و نیم تقریبا یک ماه و نیمش هر روز صبح میرفتیم این تابلا که زده بود میشستن با آب و یه پودری بود، پودرم میزدم، پودرم میسوخت. یعنی اون خمیر حالا پماد بود، هرچی بود، اونم سوزش داشت. اولین عملیاتی که عراق در حد وسیع سلاحش می استفاده کرد عملیات خیبر ما بود که ما آماده پدافند شیمیایی نبودیم. چون احتمال می‌دادیم که این کار ادامه پیدا بکنه، در وزارت سپاه تشکیلاتی به عنوان پدافند شیمیایی میکروبی ایجاد کردیم و شروع کردیم به ساختن تجهیزات دفاعی. اروپایی ها خیلی اکراه داشتن که وسایلی مثل ماسک و نظایر اونو به ما بفروشن. برای همین در نهایت تصمیم بر اون شد که خودمون شروع به تولیدشون کنیم. از بعد از عملیات خیبر به این طرف فرماندهان، رزمنده ها، سربازا
یاد میدادیم که چطور بمبای شیمیایی رو از بمبای غیر شیمیایی تشخیص بدن، مثلا از اون رنگ ناشی از انفجار یا بوی ناشی از انتشار گازهای شیمیایی در فضا. اینا رو دیگه براشون کاملا توضیح میدادیم، تشریح میکردیم. ولذا تا به محض اینکه اولین علائم رو از حمله شیمیایی میدیدن بلافاصله ماسکا رو استفاده میکردن. ما در بیمارستان‌های صحرایی که در پشت خط مقدم ایجاد می‌کردیم بلافاصله جانبازای شیمیایی اونجا شستشو می‌دادن و با همون داروهایی که ساخته بودیم معالجه اولیه رو شروع می‌کردیم، بعد بلافاصله با هواپا منتقلش می‌کردیم به شهرهای پشت جبهه. اما با توجه به تغییراتی که دشمن در نوع گازهای شیمیایی که به کار می‌برد، ما خیلی موفق نبودیم با این پدیده به خوبی مبارزه بکنیم. اسمت چیه؟ نارزی. چه واحدی هستی؟ دیروز مجموع شدی؟ ناراحتی چیه الان؟ نارزی. الان چه ده؟ نفسه چی شده؟ بعد بعضی وقتا Here is Abadan, one of the cities in the south part of Iran, which Iraqi used the chemical agent, and you can see the دو نوع عمده گاز شیمیایی یا عامل شیمیایی در جنگ ما به کار رفت که یکیشون جزء عوامل کشنده است که گاز اعصابه، یعنی با چند تا تنفس اگر مقدار زیاد وارد بدن بشه سریعا باعث مرگ میشه. عامل دوم گازهای تاولزا است که گاز یا گاز خردل که این کشنده نیست، جزء عوامل ناتوان کننده است، incapacitating agent. بنابراین اینا عمدتا باعث مرگ و میر نمیشدن، باعث ناتوانی افراد در دراز مدت میشدن. The mortality of mustard gas is not that high, so the outcome of the treatment was good. But later on, many of these patients went to chronic phase, and they started to show the complications, which has been continuous since then, and we still have patients coming to us for treatment. Mostly respiratory problems, but also some of them have eye problems. تحقیقات آمریکایی‌ها در جریان آزمایشات خودشون نشون میده که منتشر شده، نشون میده که عوارض چشمی گاز خردل بین 20 تا 25 سال بعد از تماس به اوج خودش میرسه. مدت 12 سال بود که شام نابینا بود، نمیدونم جایی رو، که بعد از اون ما پیوندهای مکرری که زدن دکتر حدود 6-7 پیوند چشم راست هم زدن، یکی دو تا چه پیوند چشم چپ هم زدن که حالا یه خورده خدا شکر جلو میبینم و میتونم برم. این گاز خردل که الان عمده ترین مشکل ماست، مکانیزمش هنوز ناشناخته است که چطور این عوارض به وجود میاد. بنابراین هنوز راه درمان درستی هم براش پیدا نشده. درمان های علامتی الان میشه، یعنی این گاز رفته و به یه شکلی که ما نمیدونیم ریه شخص رو آسیب رسونده و اون رو خرابش کرده. ما الان کاری که میتونیم بکنیم اینه که این تنفسی رو که به سختی داره انجام میشه یه خورده تسهیلش بکنیم. از این اسپری های استنشاقی به اینا داده میشه که راه تنفسشون باز بشه، عفونت هایی که مکرر اتفاق میفته در ریه اینا به یه نحوی درمان بشه. مثلا فصل زمستون که میشه پاییز، اول دوباره حالا چشم هیچی بیماری ریه اوت میکنه. بیماری ریه ما که اوت میکنه همیشه ریه عفونت میکنه، تو خونه دیگه نمیشه، یعنی اون با داروی قرص و کپسول و اینا آنتی بیوتیک خوراکی جواب نمیده، حتی باید بری بیمارستان بخوابی. او 15 ما خانم برای دست گوارش و آزمایش ننوشتیم.
آزمایش دست گوارش کبد. خشکی چشمی که اینا پیدا میکنن و میدونیم که خشکی چشم باعث میشه که سطح قرنیه در تماس با هوا قرار بگیره و به تدریج زخم بشه، این رو با قطره های اشک مصنوعی براشون اشک مصنوعی ایجاد بکنن، با پمادها و لوسیون هایی که بهشون میدن خارش پوستشون و مشکلات پوستشون برطرف بشه، اینا درمانی علامتیه. About one year ago, he come here because of this skin lesion, and we can see on his skin his response to usual treatment is not good. تولید انبوه سلاح‌های شیمیایی در عراق تنها با کمک تجاری عظیم شرکت‌های غربی ممکن شد. آلمان و بعضی کشورهای دیگه، نمیدونم، شایدم کشور شما یا بلژیک، مواد خام برای تولید سلاح‌های شیمیایی رو به عراق می‌دادن. از بریتانیا هم این مواد رو تهیه می‌کردن. بعضی شرکت‌های اروپایی مواد خام لازم و تحویل عراق می‌دادن و دولت‌هاشون هم جلوی اونا رو نمی‌گرفتن. البته این شرکت‌ها خصوصی بودن، ولی دولت‌ها تا مدت‌ها مانعی بر سر راه فعالیت اونا ایجاد نمی‌کردن. بعداً موضوع آشکار شد. به خصوص وقتی عراقی‌ها گاز اعصاب به کار بردن، اروپا سعی کرد جلوی تحویل مواد خام به عراق رو بگیره، ولی نه به این دلیلی که عراقی‌ها داشتن ایرانی‌ها رو با گاز می‌کشتن، بلکه به دلیل نگرانی از رقابت تسلیحاتی در زمینه سلاح‌های شیمیایی. گاز سمی و آلمان، یعنی بار گناه عظیمی بر دوش کشور من که هیچ وقت ازش رها نخواهیم شد. دقیقاً به همین دلیل اینکه دولت آلمان چطور گاه گاه خطا کرد غیر قابل درک و غیر قابل توجیهه. در تجارت بین المللی اسلحه آدم هایی از شرکت های خصوصی سودهای هنگفت بردن. همیشه هم با همان بهانه ناموجه که اگر ما نفروشیم کس دیگه ای میفروشه. همینطور کسانی که قضیه رو کم اهمیت جلوه میدن و نمیخوان بپذیرن که چیزی که قرار بود برای تولید کود کشاورزی ساخته بشه یا برای نابود کردن حشرات، در واقع پیش درآمد تولید گاز سمی بود که علیه کردها و نیروهای ایرانی به کار رفت. فقط آلمان نبود، آمریکا هم بود، هلند هم بود، بریتانیا هم بود. به خصوص چند شرکت آلمانی مواد اولیه این سموم و تحویل عراق میدادن. خیلی جای تأسفه که هیچ کس عملاً هیچ وقت برای این کار مجازات نشد، چون به دلیل قانون مرور زمان دعاوی خیلی دیر مطرح شدن. ولی به نظر من دولت آلمان باید پاسخگو باشه، ولی تنها دولت آلمان نیست. این قابل بخشش نیست که دولت آلمان غربی اجازه این کار رو داد. با خودداری از سخت‌تر کردن کنترل صادرات، اونم زمانی که دلیلی برای سختگیری وجود داشت، چون صدام حسین علیه ایرانی ها از گاز سمی استفاده می کرد. بحث پارلمان آلمان غربی رو یادمه که لیبرال ها و محافظه‌کارها می گفتن شما خواهان تحریم هستید. بله، البته، چرا نباشید؟ تردیدی نیست که اون اواخر که صدام حسین شروع به استفاده از گاز سمی کرد، باید مورد تحریم بین المللی قرار می گرفت. همه با صدام حسین معامله می کردن.
خیلی سود داشت و به ما نفت هم میداد. اون کسایی که در شرکت‌های بزرگ مسئول این کار بودن اغلب نمی‌دونستن که دستشون به خون آلوده است و خونو نمیشه شست. گاز سمی رو هم نمیشه شست. بارها این موضوع رو بحث می‌کردیم که چرا این اقدام بین‌المللی صورت نمیگیره. ابتدا فکر کردیم اونا اطلاعات ندارن و لذا تلاش گسترده‌ای کردیم که دوستان ما برن در مجامع بین‌المللی این اطلاعات رو به اونها بدن و کلیه خبرنگارهای خارجی رو دیگه از عملیات خیبر به این طرف می بردیم در بیمارستان‌ها و این مجروحین شیمیایی رو بهشون نشون می دادیم و بهشون میگفتیم که شما این اخبار رو منعکس کنید، به دنیا بگید که اینجا بمب شیمیایی زدن، با توپ شیمیایی به ایران حمله کردن. فکر میکردیم که این اطلاعات اگر به سازمان‌های بین‌المللی میرسه اونا اقدام خواهند کرد، ولی جز یه چند مقاله‌ای که تو بعضی از روزنامه‌ها زده شد ما هیچ اقدام بین‌المللی رو شاهد نبودیم. بعد احساس کردیم که کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین شوروی ها اینها به یک تصمیم مشترک رسیدن که از نشر این اخبار جلوگیری کنند. در اون زمان 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل یا حامی عراق بودند یا بی تفاوت بودند. چین بی تفاوت بود، ولی 4 کشور دیگه یعنی روسیه، فرانسه، بریتانیا و آمریکا همه حامی صدام حسین بودند. از وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دعوت می‌کنم که سر میز شورا بنشینند. کشورهای خیلی مهم اعضای شورای امنیت به عراق سلاح میدادند. میدونم که مدرکی ندارم که بتونم ثابت کنم، ولی همه اینطور فکر میکردند که آمریکایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها و انگلیسی ها به عراق اسلحه میدن. اونها چشمشون رو به روی این موضوع بستن چون نفعشون در این بود که ایران برنده جنگ نشه. آمریکایی‌ها اطلاعات ماهواره‌ایشون رو به عراق میدادن. اونا از طریق ماهواره باخبر میشدن که مواضع نیروهای ما در بخش‌های مختلف نوار مرزی چیه. اتحاد جماهیر شوروی هم به عراق تانک و هواپیما میداد. فرانسه هم همینطور. میتونم براتون نمونه ای بیارم از وضعیتی که ما با اون روبرو بودیم. معاون اول وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی سابق آقای ورنتسوف به تهران اومد و من از اون پرسیدم که چرا شوروی به عراق موشک میده، موشک هایی که علیه غیر نظامیان ایران به کار میره. اون گفت که ایران باید از فرستادن کمک به مردم افغانستان برای جنگ با نیروهای اتحاد جماهیر شوروی خودداری کنه. در اون صورت ما دیگه به عراقی ها موشک نمیدیم. بعد پرسید معامله خوبیه؟ این آدما در شورای امنیت بودن. اینا چطور میتونستن طرف ما رو بگیرن و قطعنامه هایی تصویب یا پیشنهاد کنن که در اون استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی که طبق کنوانسیون ژنو ممنوعه محکوم شه؟ حداقل در شورای امنیت سازمان ملل متحد. ما به همه مراکز مسئول جهانی شکایت کردیم و مریضهامون رو، مصدومان رو حتی به بیمارستان‌های اروپا بردیم. اونجا خبرنگارها همه آمدن دیدن. بعضی از قربانیان به آلمان غربی، سوئیس، بریتانیا، سوئد، فرانسه و ژاپن اعزام شدند، ولی عده‌ای از آنها هم به دلیل وضعیت بحرانیشان شهید شدند.
We had a big jumbo jet plane which was converted to a hospital. And we took 70 severely injured chemical patients to all the capitals of the European countries. And in each capital, we left two or three of these chemically injured patients. The purpose of this visit was to show the dimensions of this disaster, and also some of the doctors who were willing to treat this patient tried to do something for them. حتی وقتی سربازای مجروح ایرانی که روشن بود با گاز سمی آلوده شدند در اواسط دهه 80 در آلمان مداوا می شدند، دولت و جامعه آلمان غربی موضوع رو ندیده گرفت. رسانه هم همینطور. رسانه های خیلی معدودی بهش پرداختن. خیلی معدود. برای مردم ما مایوس کننده بود از اینکه وجدان جهانی بتونه در مقابل یک جنایات به این بزرگی عکس العمل مناسب نشون بده. ما عضو کمیته خلع سلاح بودیم. خود من در این کمیته حاضر شدم و سعی کردم توجه اعضا به خصوص کشورهای غربی رو به این وضع فاجعه باری که دولت عراق با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های ممنوعه کشتار جمعی به وجود آورده بود جلب کنم. حکومت ایران مشاوره‌های حقوقی رو خیلی خوب درک می‌کرد. هم نظامیان و هم وزارت خارجه کاملاً از مسئله حقوقی مربوط به موضوع آگاه بودند. اولین کاری که کردن این بود که به سازمان ملل رفتن و گفتن ببینید، عراقی‌ها از چند سال پیش نه تنها غیر نظامیان ایرانی رو هدف قرار گرفتن، بلکه حالا از سلاح شیمیایی هم استفاده می‌کنن که نقض پروتکل 1925 ژنوه. سازمان ملل در سطح دبیر کلش نسبت به این قضیه خیلی حساس بود. دبیر کل در اون زمان آقای خاویر پرز ده کویار بود. اولین بار که ایرانی ها پیش من اومدن که بگن عراقی ها دارند از سلاح شیمیایی استفاده می کنن، یک گروه کارشناس سلاح های شیمیایی اعزام کردن که اروپایی بودن. به دعوت جمهوری اسلامی، چهار کارشناس که از طرف دبیر کل سازمان ملل، خاویر پرز ده کویار انتخاب شده اند، روز 13 مارس 1984 وارد ایران شدند تا درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ ایران و عراق تحقیق کنند. این هیئت همان روز اجساد بیش از 10 شهید شیمیایی را در بخش کالبدچکافی پزشکی قانونی در تهران معاینه کرد. در جریان این دیدار آنها همچنین از مناطق بمباران شده مرزی هم دیدن کردند. این هیئت سرانجام گزارش خود را به دبیر کل سازمان ملل ارائه داد و سازمان ملل روز 26 مارس 1984 آن را منتشر کرد. در این گزارش اقدامات عراق به عنوان اعمال غیر اخلاقی و قابل تقبیح به شدت محکوم شد. نتایج این بازرسی سرانجام استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ را تایید کرد. یه گزارش ارائه دادن که خیلی روشن و واضح بود. در این بخش کشور از سلاح شیمیایی استفاده کردند. چون تخصص داشتند و با سلاح شیمیایی آشنا بودند. واقعا صحنه‌های غم‌انگیزی بود که چقدر و چطور این آدم‌ها از سلاح شیمیایی زجر کشیده بودند. واقعا وحشتناک بود. تصاویری که از این قربانیان به ما ارائه دادند بسیار آزاردهنده بود. آخر سر برای همه خیلی روشن بود، حتی برای عراقی ها که از سلاح شیمیایی استفاده کرده بودند. ولی سازمان ملل محکومشون نکرد. نه سازمان ملل محکومشون نکرد. یادم نمیاد که محکوم شده باشن. چرا؟ نمیدونم. به نظرم باید از آمریکا بپرسید، از بریتانیا، فرانسه، آلمان و بقیه. از اونا بپرسید که چرا عراق رو محکوم نکردن. برای اینکه سازمان ملل در کنترل قدرت‌هایی هستن که خودشون در این جنایت شریک بودن، پشتیبانی می‌کردن، هم شوروی‌ها، هم آمریکایی‌ها، هم اروپایی‌ها. مشکل در سطح سیاسی سازمان ملل بود، نه در سطح فنی.
هیچ گوش شنوایی در شورای امنیت نبود. هیچ کس اصلاً به حرف ایرانی ها گوش نمیداد. چون ایران دشمن غرب بود و همینطور به دلیل انقلاب اسلامی و بالاخص گروگانگیری سفارت آمریکا. در نوامبر 1979، اندکی پس از انقلاب در ایران، تندروهای ایران کارکنان سفارت آمریکا در تهران را گروگان گرفتند و 444 روز در حبس نگه داشتند. آمریکا ایران را بابت این تحقیر عظیم هرگز نبخشید. در مسئله چگونگی برخورد با جنگ ایران و عراق، آمریکا در شورای امنیت دست بالا رو داشت. احساس خشم علیه ایران در آمریکا چنان شدید بود که حتی بعد از آزادی گروگان‌ها نمی‌شد به صراحت درباره جنگ ایران و عراق صحبت کرد. روی هم رفته آمریکا بیشتر از عراق طرفداری می‌کرد. به خصوص با دادن اطلاعات ماهواره‌ای به اونا. از اون به بعد و به خصوص در اواخر جنگ این اطلاعات کمک خیلی زیادی به عراقی‌ها کرد که خطوط تدارکاتی ایرانو که نقش اساسی در پیروزی در جنگ داشت با سلاح‌های شیمیایی بمبارون کنند. و همچنین آمریکا هر قطعنامه شورای امنیت در مورد جنگ و که به رفتار عراق مربوط می‌شد، به خصوص سلاح‌های شیمیایی کم اثر جلوه می‌داد و سعی می‌کرد از مطرح شدنش جلوگیری کنه. ما پی بردیم که سازمان ملل می‌خواد قطعنامه‌ای صادر کنه. اما برخی کشورهای غربی می‌خواستن موازنه غیر منصفانه ای برقرار کنند. مثلا در قطعنامه جمله ای بود که سازمان ملل از دو طرف میخواد که از سلاح شیمیایی استفاده نکنند. چرا؟ ما که سلاح شیمیایی نداشتیم. برای همین هم نمیتونستیم چنین سلاحی به کار ببریم. ما دنبال دستیابی به سلاح شیمیایی هم نبودیم، چون معاهده 1925 ژنو رو امضا کردیم و به اون معاهده وفادار بودیم. ما همون موقع وقتی که سوال کردیم از مرحوم امام رحمت الله علیه که آیا ما مقابله به مصر بکنیم، ایشون گفتن نه، این کار غیر انسانیست، شما پدافند بکنید، دنبال پیدا یعنی ساختن یا تولید سلاح شیمیایی نرید. و ما هم چون از نظر شرعی مقید بودیم که اوامر اطاعت امام اطاعت کنیم، همه همت رو گذاشتیم روی پدافند شیمیایی و نرفتیم دنبال اینکه سلاح شیمیایی تولید بکنیم که کاری که عراق کرده مقابله به مصر بکنیم. اگر آمریکا همون اوایل یعنی اواخر سال 1983 و به خصوص بعد از اینکه در فوریه سال 1984 عراق شروع به استفاده از گاز اعصاب کرد و آمریکا به خوبی از این مسئله آگاهی داشت، دست به عمل زده بود، ممکنه فکر کنیم که ادامه استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای عراق خیلی دشوار می‌شد، ولی در عمل مقادیر خیلی بیشتری از این مواد رو به شدت بیشتر به کار بردن. سلاح‌های خیلی مهلک‌تری تولید کردن، مثل سم VX که مهلک‌ترین عامل شیمیایی شناخته شده است. از همه مهمتر، عراق از سال 1987 شروع کرد به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان. بمباران سردشت در ژوئن سال 1987 اولین مورد ثبت شده در تاریخ بشره که یه دولت با سلاح‌های شیمیایی به یه مرکز جمعیت غیر نظامی حمله کرده. اولین بار در تاریخ در سردشت بود که با سلاح شیمیایی به یک شهر حمله شد. متعلق به خانواده من هستن. از اول پدرمه، داداشمه که 17 سال سن داشت، مادر پدرمه، مادر بزرگم 60 ساله، مادر خودم 45 ساله، برادرم 15 ساله،
پایین‌تر خواهرم 4 ساله، بین اون دو تا قبل یه برادر 2 ساله. خونمون در 6-7 متری محل اصابت بمب شیمیایی بود در زمان وقوع بمباران. فقط یکی از خواهرام منزل بود، بقیه بیرون از منزل بودن که شنیده بودن دور و بر خونه ما رو زده. همه اومده بودن رفته بودن تو زیر زمین پناه گرفته بودن. چون گازم سنگین بود توی زیر زمین، 40 نفر از همسایه ها و افرادی که تو اون محل دست پاچه رفته بودن تو زیر زمین پناه گرفته بودن، با توجه به اینکه گاز سنگین اونجا خوابیده بود، هر 40 نفری که تو زیر زمین ما پناه گرفته بودن شهید شدن. واقعیتش من دیگه از زندگی خودم هیچ لذتی نبردم. در اوان جوانی در سن 21 سالگی با همچین صحنه تصادف تکان دهنده من مواجه شدم. این روح زندگی در من مرده دیگه. الان من به ظاهر فقط اینجوری سر پاستم، اگه نه از لحاظ روحی اصلا تعادل اونچنانی ندارم. با اطلاعاتی که آمریکا در دست داشت میتونست بر اساس قوانین بین المللی عمل کنه و جلوی استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی رو بگیره، ولی عمدن چنین تصمیمی نگرفت، چون در این درگیری احساس میکرد ایران خطر بیشتری نسبت به عراق برای آمریکا داره. ۶۶ هواپیماهای عراق حمله کردن به روستای ما. من بچم با همسرم شهید شد. ای دخترم در در بمبی هوشی بسن میبرد. یک موادی شیمیایی تینزی خیلی خطرناک. که حالا آقایان میفهمن که از شرکت های هلند و ژاپن و آلمان رو نمیدونم که چورای دیگر فرستادن برای ما. الان هر کسی به یک دردی گرفتاریم، به ناراحتی قلبی، به نخوشی ریاب، به مریضی اعصاب و روان به سر میبریم. عراقی ها متوجه شدن که میتونن قصر در برن. همین به اونا این امکانو داد که 1 سال بعد به شهر حلبچه حمله کنن. تلفات غیر نظامیان در این شهر خیلی بیشتر بود. در ضمن پیامی هم بود به ایرانی ها که یعنی عراق میتونه بدون هیچ پیامدی مرتکب قتل بشه، چون واکنش بین المللی عملا صفر بود. برای همین در سال 1988 اتفاقی که افتاد این بود که روز 16 مارس عراقی‌ها با مقادیر زیادی از گازهای خردل و اعصاب به شهر کردنشین حلبچه در عراق حمله کردند و هزاران نفر را کشتند. حتی بعد از کشتار حلبچه هم کسی سعی نکرد جلوی عراق را بگیره. ما یکی از نگرانی‌هامون این بود که اواخر جنگ صدام دیگه چون مستعصل شده بود،
این کاری که مثلا در حلب چی کرده در شهری مثل کرمانشاه یا تبریز انجام بده که خیلی فاجعه بزرگ میشد. صدام حسین خیلی صریح در رسانه ها تهدید کرد که به تهران حمله شیمیایی خواهد کرد. در نتیجه ماه مارس یا آوریل 1988، دقیقا به خاطر ندارم، بهار 1988، نیمی از جمعیت تهران شهر رو از ترس موشک‌های حاوی کلاهک‌های شیمیایی ترک کردند. و ما مقدار زیادی ماسک در تهران و اصفهان و شهرهای بزرگ ایران پخش کردیم. چند ماه مونده به پایان جنگ، این احتمال رو جدی میدادیم که اون میخواد حمله شیمیایی به تهران بکنه. We should have a disaster plan and we did have it at that time. We had a scenario to be prepared to have thousands of chemical casualties. بعد از 6 سال با افزایش استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی در این مقطع، نیروهای ایرانی روحیه‌شون رو باختن. در آخرین نبردهای ایران و عراق در سال 1988، استفاده از سلاح‌های شیمیایی به شکل بی‌سابقه‌ای که هرگز دیده نشده بود بالا رفت و همین ایرانی‌ها رو به پایان دادن جنگ واداشت. شیمیایی داره ماسکاتون رو بزنید. قبلا اعصاب استفاده میکرد کمتر از 10% بود و کیفیتش هم پایین بود، اثراتش قابل ملاحظه نبود، ولی این بار تا 30% استفاده کرد و کیفیتش هم بالا رفته بود و لذا بعضی از رزمندگان در حالی که پشت تیربار آرایش گرفته بودن همونجا خشکشون زده بود، یعنی این گاز اعصاب اونا رو خشکونده بود و کسی که به اونا نزدیک میشد فهم میکردن اینا زندن، تا اینکه نزدیکشون که میشد متوجه میشد که طرف رو تو همون حالت تیراندازی همونجا به شهادت رسیده. به نظر من سلاح‌های شیمیایی تنها عامل نبود، ولی یکی از عوامل اصلی بود که خمینی رو وادار کرد به گفته خودش جام زهر رو سر بکشه. جمله معناداری بود. با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح‌های شیمیایی و فقدان امکاناتی برای خونسا ساختن آنها، من با آتش بس موافقت می‌کنم. شما عزیزان بهتر از هر کسی می‌دانید که این کار برای من مانند نوشیدن جام زهر است. با این کلمات آیت الله روح الله خمینی رهبر ایران آتش بس را پذیرفت. درگیری ها روز 22 اوت 1988 به پایان رسید، در حالی که ارتش های دو کشور تقریبا در همان مواضع زمان شروع جنگ در 8 سال پیش از آن بودند.